سلام بابا جون. سلام علیکم. دلالی رو میخوام. امروز روز اوله که اومده سر کوه. ها اون جوونه که معدن کار میکرد؟ ها اون پشت سر کوه. وقتی رسیدی هو بنداز خودش میاد. خدا عمرت بده. بودو گلی جان. معدن خیلی راهه. ما امروز دیگه معدن نمیریم دخترم. چرا؟ برای اینکه بابا سر کوه کار میکنه. چی کار میکنه؟ همه کار. مگه بابا همه کار بلده؟ آره مادر جون، بابا هزار تا کار بلده. هزار تا؟ آره حالا بودو بریم نهارشو ببریم که گشنه شه. بیا دخترم. تو پره افتی، یواشتر دختر، گلی دخترم گلی. ای کودک دل من.
بند من، ای وای جان دلم، فرزند من، جان دلم، فرزند من. مگه نگفتم نهار مهمون داریم؟ به جای اینکه بلاش اینجا رو تمیز کنید همطور لش لش گرفتید نشستیم؟ بالاخره به ما نگفتید چیه؟ غریبه نیست، گلالی و نرگسه. اوهو، این که خودمونیه. در هر صورت تا من برگردم اینجا رو تمیز کنید، یالا. خیال میکنی اینجا هم کافه هست، دستور میده بارا بابا. الان مدتیه که از اون پیش آمد میگذره، هنوز زبون این بچه ما نشده. تو هم هیچ کار... خب اگه فایده نداشت من چه گناهی دارم؟ این شهری الان یه ماهی که میگن اگه بچه رو ببری شهر، اونجا دکترهای خوبی هستن که معالجش میکنن. آخه یه کمی صبر داشته باش، تا حالا پول نداشتی.
امسال پایین رودخونه رو برای همین به شهریه اجاره دادیم تا یه کمی پولدار بشیم. حالا ببینم امروز اینا که میخوان برن چقدر بهمون میده. هر چی دادن میذاریمش برای مالجه گلی. چشم، قول میده. پس تو هم قول بده که کمتر ناراحت بشی. حالا از من راضی شدی؟ من وقتی از تو راضی میشم که گلی رو ببری شهر رو مالجش کنی. خیلی، پس من رفت. راستی، قهارخان اومد اینجا، گفت این روز آخری رو همه با هم نهار بخوریم. اگه تو بیایی، منم میام. اگه نیایی که نمیام. آخه خوب نیست، بده. چه بدی داره؟ جوانه خوبی هستم. خیلی خوب، منم میام. خدایا خودت کمک کن که زبون بچه من باز شد. خدا گفته از تو حرکت از منم برکت. شمایی؟ نترس. آخه اگه یکی ببینه که امروز دیگه ما میریم. اومدم برای آخرین بار بهت بگم گلالی هر قولی که بهت داده دروغه. نه گلالی قول داده که بچه رو ببره شهر رو مالجش کنه. پس چرا تو این مدت این کارو نکردی؟ آخه پول نداشتیم. حالا پول داریم. آره خلاصه زندگی این بچه بستگی به تصمیم تو داره. حیف این صدا که تو داری. اگه تو شهر بودی من تو رو از محفشم معروف‌ترت میکردم. مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ بریم تا واسط بگم. یک دو بذاره دیم بس ساره ساره میشه. باره گله باره گله بوده بوده بینه نگوری دیم از اون طرف. آها 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 او یواش میدونی الان هندونه خوب میچست. آره آره آخه معلوم نیست سرنوشت این بچه چی میشه. چرا؟ تازه میگی چرا؟ الان مدت یک ماهی که ما اینجا هستیم. قهار روزی که فهمیده این هرگز یه ترددایی داره مالجه بچه رو بهانه کرده و مرتب رفته تو پوکین زنه. بح خدا پدرتو بیامرزه. مگه این دفعه اولشه؟ تا حالا ده تا مثل اینو بدبخت کردی. این یکی دیگه من نمیذارم. اولا من فکر نمی کنم که قهار موفق بشه. دوم اصلا به تو چه؟ چی رو به من چه؟ آخه یه انسانیتی گفتن. در تمام این مدت که ما اینجا هستیم این زن شوهر مثل یه کلفت و نوکر به ما خدمت کردن. خب این همه به ما محبت کردن. قبول دارم. آخه خدا رو خوش میاد این مردی که بعد از این همه محبت با زنش اینطور رفتار کنه. همه این حرفا درسته. قهار بسیار آدم پستیه. پکی رو پیشش کار میکنی. اصلا چرا باهاش دوست شدی؟ اشتباه کردم و همین جهت حالا میخوام جلوشو بگیرم. راستی تو فکر میکنی نرگس و گلالی امروز نهار میان اینجا؟ حتما میان. اینا آدم های صاف و درستی هستن. قهار که هیچ. هر کسی که جای ما بود از اونا دعوت میکرد میومدن. حالا ببینیم بعد از ظهر چی میشه. توی شام محفلم گلای جان. به قامت شاقی گلم گلای جان. دو گلفه تو باغ سنبولم گلای جان. آی گلی جنم آی گلی جان. آی گلی جنم آی گلی جان. بم بخر گوشور طلا گلای جان.
پیرهن و گلالی جان، آی گلالی جان، دلم تو را خواهد از خود و گلالی جان، آی گلالی جان، نباشی از من دمی جدا گلالی جان، آی گلالی جان، آی گلالی جانم آی گلالی جان، شاده دلم گلالی جان، آی گلالی جانم آی گلالی جان، شمه دلم گلالی جان. خاک را هده این نزدنی شوم برنخی زم، آی گلالی جان، 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 توی توی شانی دلم گلالی جان، توی توی شان محفلم گلالی جان، به قامت شاخی گلم گلالی جان، دو زلف تو باغ سنبلم گلالی جان، شادی دلم گلالی جان، آی گلالی جانم آی گلالی جان، شمع محفلم گلالی جان. این مدت خیلی به ما خوش گذشت. منزل خودتونه، انشالله سال دیگه هم تشریف بیارید. حتما حتما این کارو میکنم، به شرطی که شما بیاین شهر پیش ما. راستی که خیلی خوب گلی نگسته. گلالی قول بده وقتی شما رفتین گلی رو بیاره شهر معالجش کنه. بسیار کار خوبیه. بالاخره تو شهر دکترای خوبی هست. اگه بیاین شهر منم قول میدم که کمکتون کنم. خدا عمرتون بده. اما مگه با این پولا میشه اومد شهر؟ ها چرا نمیشه؟ عجله نباید کرد. حالا ببینیم بعد چی پیش میاد. خب با اجازه شما تا ما اعصاب رو ببندیم و راه بیافتیم هوا دیگه تاریک شده. این که غصه نداره، همگی کمک میکنیم. منم یه سری ماشین میذارم و میام. بیا گوی. بابا شما اینقدر زحمت نکشیم، ما خودمون میبریم. ای بابا این حرفا چیه؟ اون کیف دستی رو برده بیار. خیلی خوب، الان مگه نگفتی گلالی قول داده؟ دیدی به چه زودی زد زیر قولش؟ زیر قولش نزد، گفت که پولمون کمه. خیال میکنی اگه پولتون کم نبود بازم تو رو میورد شهر؟ معلومه که این کارو میکرد. خب اینکه کاری نداره، میتونی امتحانش کنی. بیا این پولو بگیر بذار رو پولای خودتو. حالا فهمیدم. چرا حالا فهمیدی؟ لعنت به این پولا، پولی که من با عرق پیشونی با زحمت بازون پیدا میکنم چه وفا و بقایی داره که اینا، اینایی که برای بول زدن تو بهت میدم. زدن من؟ حالا میفهمم که هی میگی باید بریم شهر برای چیه. چرا از شهری ها پول گرفتی؟ من نگرفتم، اونا خودشون برای مالجه بچه‌م دادن. خراب کردن، مرد شور اون بچه رو ببرم با تو. مرد شور خودتو ببرم. حالا دیگه تو روی منم وامیستی زن؟
البته که وامیستم. مگه من چی کار کردم؟ حالا بهت نشون میدم که چی کار کردی. بهت نشون میدم. بی حیا، بی شرم، بی چشمی، پس من با میستمی ببینم. اگر باری فران موش بکن جوره یه موش با تله یه موش بکن پیرخن و پوپونه رو باروش بکن وقتی رسیدی سر پیچ دور بزن انزا برد نیستی اگر مور بزن گیلاس سر خالی بده پور بزن صبحونه کم خوردی به جای زور بزن سخت نگیر جان من دل خوری بر بزن سخت نگیر جان من دل خوری بر بزن صبح ورزش بکن ورزش و نرمش بکن وقتی کف سرده رفتی و گردش بکن میخور نخور اما دادو چون تلو به خانری هرگز عقب یا جلو روی زمین یک و نگردی بلو میخوای صدا توشه برو داد بزن روی بیابون من این دوبار بار تن کن ببون از گوچه گویی چه بل بل ببون از گوچه گویی چه بل بل ببون سخت نگی جون من دل خوری بر بزن سخت نگیر جان من دل خوری بر بزن صبح ورزش بکن ورزش و نرمش بکن وقتی کف سرده تفری و گردش بکن میخو نخور اما دادو چون تلو به کناری هرگز عقب یا جلو روی زمین یک خون اگر نیزلو سخت مگی جان من دل خوری بر بزن سخت مگی جان من دل خوری بر بزن این صورت واسه خودتون خود بیدونی پرویز همچین رو چوید بگم از در کافه به بیرون ما با هم رفیقیم اما اینجا حساب حسابه کاکا برادر آخه این صورت حساب دست من دادی؟ این صورتی که ایرج داده ایرج بله اینجا بله بفرم تو دیشب از انبار چی تحویل گرفت؟ دیشب؟ آره یه سر سب کن ایرج شوخیه بده چنان خیلی جدی صحبت میکنیم چشم این که دیگه یواش گفتن نداره برو برشته بیا اینجا چشم حساب تموم شد؟ ببین داداش من داداش من چیه؟ مگه نگفتم خیلی جدی صحبت میکنیم چشم بفرمید تحویلی این جانب از انبار شرکت سامی کافه قناری سبز در یوم شیش جمادی الثانی مساوی با 13 اسفند جمعاً بالغ بر 18 بود مشروبات الکلی بوده که عبارت از نرگس
فرقیست بوده ببرش دفتر. سلام نرگس خانوم، گلی جون، به به چه عجب، بفرمایید بالا. تحویلی دیشب رو می‌نویسی، اگه با این صورت تطبیق نکرد همه تونو جریمه میکنم. با اجازه. این کیه؟ شکار تازه، یه جنایت دیگه. بیچاره مال کجاست؟ تابستون که رفته بودیم ده خونه اونا بودیم. بفرمی.
من زودتر از اینه انتظار داشتم، چون میدونستم گلیه چقدر دوست داره. راستی بس گلالی کو بالاخره تنها اومدی. بله، وقتی شما اومدی شهر، هر وقت صحبت معالجه گلی میشد، گلالی به بهانه اینکه پول کمه مخالفت میکرد. اون که موافق بود، شما خودتون میگفتید، یادتونه؟ بله یادم، اما از موقعی که فهمید شما به ما پول دادین یه به کلی رفتارش عوض شد، تا اینکه امروز صبح با هم دعوا کردیم. وقتی گلالی رفت سر کار، من اولی رو ورداشتم و اومدم شهر. چه این دار؟ پس گلالی نمیدونه شما اومدید اینجا؟ نه، هیچ کس نمیدونه. خوب کردی اومدی، هیچ نراحت نباشی، اینجا مثل خونه خودت میمونه. همینجا پلوی خودم میمونی، گلی رو معالجه میکنی. اون وقت هم اگه دلت خواست میفرستمت کلاس آواز، بعد با هم کار میکنیم. من به خاطر نجات بچه‌ام هر کاری که بگیم میکنم. منم هر کاری از دستم بر بیاد برات انجام میدم، اما به شرط اینکه به حرفای من گوش بدی. گوش میدم. آفرین، حالا بریم اتاقت بهت نشون بدم. بریم. از امشب به بعد اینجا اتاق شماست، اینم کلیدش. من برم بگم برای شما شام بیارم. من تو اتاق دیدم کسی نیست، مثل اینکه دنیا رو تو سرم زدم. انگار همه دارن فوشم میدن، مسخرم میکنن. عیبی نداره پسرم، خدا حالا تو اشتباه نکردی؟ با چشای خودت دیدی؟ آره پسرم، من خودم دیدم، چند بار با این دوتا چشای خودم دیدم. باورم نمیاد، نرگس. بله نرگس، حالا برای همین بهت میگه خود خودتان راحت نکن. آخه این دو روز عمر که ارزش نداره، در هر صورت میره خودته. اگه خواستی بری شهر یه خبری هم به ما بده. خدا حافظ. با این دو تا چشای خودم دیدم. نرگس اونجا، نرگس اونجا، نرگس اونجا، نرگس اونجا، نرگس اونجا، نرگس اونجا.
خیلی. نبود عمرت اونجا تلف میکردی؟ حالا من از فردا شب کاری میکنم که از همه خواننده ها معروف تر بشی. به همین جهت امشب آوردم اینجا یه کمی ترست بریزه. فردا شب؟ نمیشه که چند شب عقب بندازی؟ مگه قول ندادی هرچی من گفتم گوش کنی؟ چرا؟ پس اینو بدون که از امشب به بعد هیچ کس نباید بدون گلی دختر توست. چرا؟ پس چی بگم؟ باید بگی گلی خواهرتی. خواهرم؟ آره. برای چی؟ تو هنوز به آداب و رسوم شهر آشنا نیستی. خودت بد میفهمی. ویسکی؟ نه نمیخورم. بفرمایی جمشید. مثل این که تازه است. نه بابا مدتی اینجاست. تو بار کار میکنه؟ نه قرار آواز بخونه. بد نیست. میبینم مدیر همش دوره ورش میپلکه. اونش مهم نیست، مهم اینه مدیر تو دست منه. توجه بفرمایید، از طرف مدیریت کافه قناری سبز مژده میدیم که از فردا شب علاوه بر آواز خانم مهوش، خواننده جدید دیگری به نام نرگس برنامه جالبی اجرا خواهد کرد. حالا توجه شما رو به آواز خانم مهوش جلب میکنیم. خیلی متشکرم. خوشت اومد؟ چقدر خوب بود. خیلی هم با نمک. دیدی با مردم چطور برخورد میکنه؟ آره. چقدرم خوش روه. همینو میخواستم بهت بگم. تو هم با سعی کنی با مشتری ها خوش برخورد باشی. بفرمایی. معذرت میخوام، الان برمیگردم. چطور امشب تنهایی؟ تنها نبودم، رفیقم رفت بیرون. از فردا شب آواز شروع میشه؟ قبلا که بهت گفتم. آره. خب حالا من باید چیکار کنم؟ حالا دیگه موقعش رسیده. تو باید یه چیزی فردا شب براش بفرستی. ضمناً خودتم با یه دسته گل بیای اینجا. من این چیزا رو نمیفهمم. گل آوردنش با من، چیز خریدنش با تو. آخه چرا من بخرم؟ من و تو که این حرفا رو با هم نداری. تو یه چیزی بخر از طرف من بهش بده. من حرفی ندارم میدونی، اما آخه آخه نداره. خب چون تو هستی عیبی نداره، اما به شرط اینکه کسی متوجه نشه. راستی میخواستم بهت بگم، اون چند نفری که سر اومیز نشستن کیا هستن؟ چطور مگه؟ دو سه دفعه است که متلک میگن. بهشون تذکر بده که مواظب حرف زدنشون باشه. اطمینان داشته باش، الان میرم بهشون میگم. پس قرار ما فردا شب همینجا. به سلامتی. به سلامتی. خب من دیگه میرم. خدا بس. آره ایش روبرگو، اون وقت من کفرمون بالا اومد. تو بری جون من نباشه به موی داشتلی قسم یک کفرگی شکلی زدم تو ملاجش. برمید های مدیر، برمید. قربون شما. خیلی کم لط شد اینا. خیلی وقت نمیبینم ات، کجایی؟ باشی ما پریشب اینجا بودی. شما سایت سنگی شده و دست و والت بنده. همچین رک بهت بگم، این کیه؟ خواننده جدیده، از فردا شب اینجا آواز میخونه. پب بگو.
دیدم اون مموشا چارچشمی رفتن تو کوچه اون زنه. مموشا کیا؟ همونا که الان آقای مدیر پلوشون نشسته بود دیگه. دوره شما که با خاطر است در میزنه، ببین کیا ببین کیه، در چه بالنگر میزنه، ببین کیا ببین کیه، یارم به من سر میزنه، ببین کیا ببین کیه، در چه دلم پر میزنه، ببین کیا ببین کیه، آمده یارم ز سفر، آمده اما بی خبر، بی خبر چرا بی خبر، بودو دم در بودو دم در. یار که چنان بنده میاد با لب پرخنده میاد، مرگه میاد مرگه میاد از برای بنده میاد، بلغت را درده واسم، دستی بلا کرده واسم، این که چه کرده واسم، اطلاس گلدون رو ببین، رو سر خالدون رو ببین، زوغاتی یورو ببین. یارم خدایا بس سفر اومد، اومد کنارم بی خطر اومد، نوبت شادی بشکن و بشکن، خود را برخصون دستی بهم زن، شادی کن که یارم اومد، با کوبان دست افشان نگارم اومد، دق دق در میزنه، ببین کیا ببین کیه، در چو بلنگر میزنه، ببین کیا ببین کیه، یارم به من سر میزنه، ببین کیا ببین کیه، داره چه دلم پر میزنه، ببین کیا ببین کیه، آمده یارم ز سفر، آمده اما بی خبر، بودو دم در بودو دم در. یار که چنان قنده میاد با لب پرخنده میاد، برکی میاد برکی میاد از برای بنده میاد، زلغتی آورده واسم، دستی بالا کرده واسم، این که چا کرده واسم، اطلاس گلدارو ببین، رو سری خالدارو ببین، زوغاتی یارو ببین، دارم خدایا از سفر اومد، اومد کنارم بی خطر اومد، نوبت شادی بشکن و بشکن، خود را برخصون دستی بهم زن، شادی کن که یارم اومد، پا کوبان دست افشان نگارم اومد. معذرت میخوام که تنهات گذاشتیم. ایبی نداره، سر هر میزی میرفتم صحبت تو بود. از من؟ آره از تو. چی میگفتن؟ همه منتظر فردا شبه. نمیدونم چرا تو اسم فردا شبو میاری، میترسم. تا منو داری از هیچی نترس، بریم تا برات بگم. Oh,
برافو برافو، عالی بود عالی. برافو برافو. دارم میلرزم. خوب بود؟ عالی بود. مگه ندیدی مشتری ها چی کار میکردن؟ تو راضی هستی؟ البته. حالا بلنش برو بالا، بعد با هم صحبت میکنیم. ایرج، نرگس خانم اون ببر. بسیار خوب. چتونه؟ مثل که قهار گفت منو برسونی، شما ناراحت شدی. نه، ناراحتی من چیز دیگه ایه. میشه به من بگی؟ شاید منم کاری از دستم بر بیاد. گفتنش عیبی نداره، ولی فکر نمی کنم بدونید کاری بکنی. حالا بریم بالا تا بهتون بگم. از صداش خوشت اومد؟ آره، صداش هم مثل خودش قشنگه. خب دیگه، من نظرم تا مراسم آشنایی اجرا بشه. صبر کن بابا، خیلی عجله داری، تازه شب اولشه. مگه خودت نگفتی فردا شب گل بیار بقیهش با من؟ چرا؟ حالشم میگم، اما به نظر من یه دفعه گل آوردن و کادو خریدن کافی نیست. حالا خودت میدونی. روش بگو، چی میخوای بگی؟ گوش کن، از همون شبی که راجع به اون باهات صحبت کردم، از همون موقعی که ما توی ده بودیم بهار رو فکر نمی کنم. یعنی اینقدر بد جنسی؟ از اینم که تو فکر میکنی بیشتر. همه وعده وعیده که به تو میده فقط به خاطر استفاده خودشه. آخه چه استفاده؟ بعدها میفهمی. گوش کن هرگز، گول این تجمل و زندگی دروغینو نخور. توی شهر هیچ چیز حقیقت نداره. حقیقت زندگی همونجاست، توی ده. هنوزم دیر نشده. به این بچه بیزبون رحم کن، برگرد به ده. اما دیگه دیر شده، من دیگه روی برگشتنی به ده نداره. خودت میدونی. اما یه روزی پشیمون میشی. من مثل یک برادر برای تو دلسوزی میکنم. متاسفم، معذرت میخوام. کافه قهار کجاست؟ اینقدر تو این تهران کافه هست که کافه قهار توش گمه. پس شما نمیدونین کجاست؟ نه، نه جونم. ببخش. کافه قهار کجاست آقا؟ نگفتن کجاست. تو کدوم خیابونه؟ نه نه، فقط میدونم سه تا بودن، اسم یکیشونم قهار بود. پس چرا میگی کافه قهار؟ برو بابا، تو هم مثل اینکه ما خلق الله خرابه. ببخش.
قهار امشب پیداش نبود. دو دفترشه، مهمون داره، منتظر شماست. منتظر من؟ بله. مهمونش کیه؟ مگه شما نمیدونی؟ نه. میخوریم به سلامتی نرگس خانم. ناراحت نشو، فهمیدی موضوع چی قراره؟ دالا به اسم تو از صد تا اینا پول کشته بیرون. حالا حرف منو باور کردی؟ دیدی چی میگفتم؟ بی چشم روی بدجنس. تازه نقشه اصلیش اینه که بدجنس. کجا؟ برو تو اتاق تا بهت بگم چی کار کن. راستی که خیلی با نرسه هستی، اما با وجود این که خیلی قشنگه من فکر نمی کنم قبول کنه. چرا؟ یعنی میخوای بگی که قابل اون نیست؟ او نه بابا، ده دفعه که گفتم خودت جلب نظرشو کردی، نه این چیزا. بایدم جلب نظرشو بکنم، مال دارم، منال دارم، کمال دارم، از همه مهمتر جمال دارم. ده؟ راست میگی؟ پس میخوریم به سلامتی جمالت. پس چرا دیر کرد؟ الان دیگه باید پیداش بشه. خیلی ناراحتم. یعنی نرگس اینقدر جلب توجه تو کرده؟ برنامه تموم شد؟ بله. پس خانم نرگس کو؟ رفتن تو اتاقشون، حالشون خوب نبود، معذرت خواستن. خیلی خوب، دوباره پایین من الان میام. چشم. خب خیلی بهتر شد. چی رو بهتر شد؟ گوش کن اول پرسی، یک پدری ازتون دارم که خودتون هست کنید بد جنسا. نمی کنم، نمی کنم. یه چی شد؟ یارون خواهد بیاد اینجا عیادتی تو. ها؟ عیادت من؟ آره. گلی رو بردی؟ آره بردم ایشون تا دو بدو برو پایین رئیس رو خبر کن، منم یارو یه جوری غافل گیرش. خیلی خوب، بیچاره چادر رو تو تاری مردم نباشید. خیلی جدی، ضمن عیادت اظهار محبت. مرسی. میبینی درم باز گذاشته، من چه رفتم در میزنی میری تو. آخه من برو. سلام عرض میکنم. سلام. چه تون شده؟ تنم درد میکنه. میخواید مساج بدم؟ بدید. چه؟ خوبه؟ آره آره. آخ پشت خیلی آخ آخ. اینجا خوبه عزیزم؟ آره آره. بالتر. آی آی. شاید تب دارید، تب عشق. نه. دندون درد دارید؟ نه. پس حتما سرتون درد میکنه ها؟ نه نه. پس قلبتون درد میکنه؟ آه عزیزم تو که منو کشتی. آه 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 آ
چطوری؟ جورا و تبول نمیدی من. این همه بهت خدمت کردم، گفتی جا ندارم، همینجا تو کافم بهت جا دادم، تمام اختیار کافر رو دادم دست تو، اینطوری ازش نگهداری میکنی؟ بیشرم. از این به بعد ایرج مدیر کاف است، ایشون دیگه اینجا هیچ سمتی ندارم. یلا بندازینش بیرون. ولی کلر، شما اگه دلتون بید همینجا بمونید و به کار خودتون ادامه بذارید، یلا پوله آقا رو بدید. یلا بگیر، اینم پولت. رسید پولاتو بنویس. که این تار بهتون نشومیده بارو بینه. این خیلی کلکه، شما میگوتی نه جون. آقا اسمان تا حالا چند نفر رو بدبخت کرده، همین هرگز آخریش بود. میدم همیشه چند تا از این جیگولا پرقه چی داره. امشبم چی؟ هیچی. بگو رتا، مثلا به حساب خودش چند نفر از ما پرقیچی ها رو تیر کرده اینجا رو شلوغ کنه. آه کدوم هاشون؟ اون میزه گوشه جلو بار. آها خودشونه اینا پان جیک بزنن حسابشونو میرفت. آره خیال تخ راحت باشه. قربون شما، اینجا مال خودتونه. با اجازه ببرد. خواهش کنم ببرد. قربون شما. توجه بفرمایید، امشب بنا به خواهش عده‌ای خانم نرگس برای شما یک ترانه محلی جالب اجرا خواهند کرد. امیدواریم مورد پسند واقع بشه. شب خوش. ایکی بابا دیگه اینو نمیخوای، محبس باید بخونه، محبس باید بخونه، محبس باید بخونه، محبس باید بخونه، محبس باشو عبیره فرد. کافه رستوران قناری سبز. خودت ناراحت نکن، الحمدلله به خیر گذشت، همه شما از کافه ریختم بیرون. ناراحت نشو. آخه چطور ناراحت نشو؟ عیبی نداره، همه سیر سر این قهاره. من میدونم، من همون روزای اول که شما رو دیدم میخواستم بهتون بگم که این مرد چقدر بدجنسه. ایراج همیشه میگفت، اما من باور نمیکردم تا اینکه دیشب اون آبرو ریزی پیش اومد. آره ایراج گفت، شنیدم خوب خدمتش رسیدم. اگه ایراج نبود خودم هم نمیدونم دیشب چه بلایی به سرم میومد. دیگه تموم شو، پاشو لباساتو درا، منم میرم پایین، ایراج منتظرمه. بلند شو. دیگه تمام شد. اشتباه کردم.
فکر میکردم میام شب مالجت میکن مدرسه میفرستم افسوس نفهمیدم اشتباه کردم هم خودم رو بدبخت کردم هم نمیتونی حرف بزنی نمیتونی هرچی تو دلت داری بگی بگی که من داری بدیدی نه نمیتونی حرف بزنی گولی آه گولی آه دخترم کردی به همین سادگی یا ولت میکنم ها؟ چه اینجا اومدی؟ چی میخوام؟ چی میخوام؟ تو خودت میدونی خیال کردی میتونی هر بلایی که بخوای سر من بیاری؟ برو بیرون گفت تو گوش من میزنی؟ بلان کن به من نقشه میکشی؟ شکایت منو میکنی؟ اما بله بله اینطور که نرگس میگفت موقعی که میخواسته سوار ماشین بشه پرویز سر میرسه تعقیبش میکنه که اینطور حالا شما چیکار میخواید بکنید ما منتظر میبینیم از پرویز خبر میشه یا نه
پس هر خبری شد به من اطلاع بدید. منتظرم. چشم، دوباره بهتون تلفن میکنم. خداحافظ. چی گفت؟ هیچی. تو هم ناراحت نباش، پیدا میشه. پس چی کار کنم؟ تو از پرویز خبری نشه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اقلا به کلانتری خبر بدی. راست میگه. به نظر من صحیح نیست. آخه پس چه کاری بکنی؟ کار کنم. مگه تو نگفتی که پرویز رو تعقیب میکنه؟ چرا؟ پس باید صبر کرد. گلی
تمام تهرون و زیر پا گذاشتم، نه خبری از قهار بود نه از نرگس و گلی. حالا برار کنی میرم پیش کت خدا، شاید توی این مدت ازشون خبردار شده باشی. خدا خودش کمکت کنه. باقی روادیش بیادشم مامو. یه سخت تا بیست تو ماشین چشم. آقا ببخشی میتونیم پیاده شیم یه چایی بخوریم؟ های به جان بیاره. خدا عمرت بده. داداش قربون دستت یه چایی واسه ما ورده بیار. این ماشین کجاست؟ با یه بچه از این وری رفت. الان قبول تو با میکنم. نگاه کن، دستر اینجا. یا ربیا حالا از تو با از مادر طوری انتقام میگیرم که تمام داره فراموش نکنه. Oh.
که گلی دختر توست. بله، اینم یکی دیگه از کارهای قهار بود. اون دیگه به درک واصل شد. اما نرگس، مقصر توی. ببین، تو چه باید دست از خونه زندگیت ورداری و خودتو دستخوش هوا و هوس کنی؟ قبول دارم، مقصر منم. حالا چیکار کنم؟ کجا برم؟ بچه‌ام چطور میشه؟ فرض کن اون بچه‌ت پیدا شد، بعدش میخوای چیکار کنی؟ خودم هم نمیدونم، اصلا دیگه فکرم کار نمی کنه. دارم دیوونه میشم. چطور شد؟ من با اهالی محل تماس گرفتم. همه میگن بچه باش نبوده. اولی مأمورم که بعد از تصادف اونجا رسیده اظهار بی اطلاعی میکرد. شاید قهار ندزیده. پس گلی من چطور شده؟ شاید رفته بیرون بازی کنه اینجا رو گم کرده. ممکنه، شاید هم گلالی اومده شهر اینجا رو پیدا کرده بچه رو برده. خب این خیلی ساده است. چطور؟ اول میریم ده عقب گلالی، اگر اونجا نبود برمیگردیم به کلانتریا خبر بدیم. نه، بقیده من اول باید به کلانتریا اطلاع داد بعد رفته. خیلی خوب، پس تا دیر نشده بریم دیگه. بریم، تو برو پایین با پرویز کمک کن، مواظب باش تا ما بریم برگردیم. خیلی برمیم. کدوم خیابون بود دخترم؟ رنگشه میخوای؟ اینو بیا بابا جا. منم قول میدم تا اونجایی که دستم بر بیاد بهتون کمک کنم. باشه، حالا بریم تا با اون صحبت کنیم. دار چی؟ تو بی شرف، تو هم گیر آوردم، تو هم یکی از اون سه نفر بودی، کاشانه منو به هم زدی، زنمو، بچه‌مو. حالا موقع این حرفا نیست، عصبانی نشو. تو رو به خدا کمک کنید، ببر بدید. آخه اشتباه میکنی، این آقا بیگناهه. الانم تمام مخارج بیمارستان ایشون تقبل کردن. شما برو اونجا برگرد. بسیار. آخه ناراحت نشو پسرم، بریم تا اصل موضوع برات بگم.
با چه زبونی ازتون تشکر بکنم. اشتباه کردم منو ببخش. منم اشتباه کردم. نه.